خانم آقایون درود بر شما. به برنامه دیگر از تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود میفرستم. این دومین برنامه زنده ای ماست که تقدیم حضورتون میکنیم. 8 شب به وقت لندن، 9 به وقت اروپا. و همونطور که تلفن پایین رو میبینید زرد رنگ هست، میتونید زنگ بزنید و مستقیما با هم صحبت کنید. برنامه امروز شامل قسمت دوم استدیو شماره 2 رنگارنگ در آلمان خواهد بود. همکار جوانم آقای علی سیفی برنامه رو اجرا خواهد کرد. برنامه خانم مرادی از افغانستان رو خواهیم شنید و با نگاهی به مسائل مختلف میرون برمیگم در خدمتون هستیم. خب در این قسمت شاید من اول برنامه اشاره کنم که یعنی تغییراتی رو که داریم به وجود میاریم این است که خب همونطور که دیدین برنامه رو هر روز کردیم که خوش قدم بسیار بزرگه تو این شرایطی که امکانات خیلی کم و مشکلات بسیار زیاده. در کنارش تا نهایتا آخر هفته آینده بعد از مدت ها مجله شماره 2000 رنگارنگ منتشر میشه، چون فضای لندن به نوعی آلوده است، مسمومه. فضای ایرانی ها و روابط و مجله رنگارنگ با تمام فشاری که از نظر مالی و حتی کار به این مجموعه وارد میکنه، ولی خب به هر حال تمام تلاش ها و به نوعی جنگیدن ها این است که تأثیر اونو در جامعه و محیط زندگی خودمون بگذاریم و مجله رنگارنگ الان میتونه تأثیر بسیار مهمی داشته باشه، برای اینکه چند سالی است جمهور اسلامی از طریق پولشوری این روزنامه مجله‌های مجانی که ریخت تو بازار، که در واقع هم مجانی پخش شدن هم قیمت آگهیشون واقعا در حد مجانی بود، یعنی ساده به شما بخوام یک صفحه از مجله همین روزنامه‌های کیلویی که ریختن توی مغازه‌ها و اماکن عمومی ایرانی، چون من کارم، من 30 و چند سال کارم به هر حال با نشریاته، یه صفحش برای خود کسی که چاپ میکنه، حالا چه 1000 تا چاپ کنه یا نهایتاً البته 1000 تا اینو بیشتر چاپ نمیکنه، حالا صفحه 70 تا 80 پون حداقل در میاد. و اگه بخوایم مثلا آفیس و دو نفرم حداقل بگیریم مثلا با اینا کار میکنن، خب با صفحه 20 پون 30 پون مثلا اونم هفتگی، حالا آلمان و جاهای دیگه اینا ماهانه است، یه نفس این وسطی میکشن، ولی لندن هفتگیه، یعنی چشم هم زیرین 4 تا در ماه باید در بیارن و این دیگه خیلی. ولی مثلا من اینه که الان که مجله رنگارنگ در میاد، شاید این نسل جدیدی که اومدن لندن و با همین نشریات کیلویی سرکار داشتن، برای اولین بار یه نشریه میبینن که تعهد و متوجه میشن. البته مسلمه خط مجله رنگارنگ کاملا خطی است که مثل دیروز که گفتم رو هم خط قرمز
خودمون با رژیم جمهوری اسلامی ایستادیم و مسلمه مطالب و چیزا هم که در مجله چاپ میشه به هر حال خط و خطوط خودشو داره، ولی با این تفاصیل مجموعه است که طرف رو بالاخره مقایسه میکنه دیگه. و هرچند ممکنه بازار تجاری لندن مشتری های من مثل مسابق نباشن به قولی گفتنی، ولی خب ما چون میام دنبال هدفی هستیم و اون هدف برامون بالاتر هر چیز است، این فشارها رو به اشکال مختلف تحمل میکنیم، ولی میخوایم حضورمون رو پررنگتر در جامعه نشون بدیم. و به هر حال اونهایی که مجله رنگارنگ رو قبلا دیدن حتما متوجه این مسئله هستن که چقدر مجله تاثیرگذاری بود، چقدر روشنگر و افشاگر بود، و مجله رنگارنگ همیشه تیغ برنده‌ای بود در چشم در واقع رژیم ضد ایرانی ملایان، که الان هم همین که خبرش رو میشنوم به هر حال پادوها و خبرچینا این خبر رو با ترس و لرز برای ارباباشون میبرن که مجله رنگارنگ قراره دوباره در بیاد. و حالا مگه دیگه از ایران مجله دیگه آماده کنم بفرستن برای اروپا؟ همینطور که طول برنامه خواهید دید، چون ممکنه دیگه بقیه برنامه من نباشم، همکارام برنامه رو ادامه میدن، این است که با ما تماس بگیریم، نقطه نظرتون رو بگیم و اگه شد با هم هماهنگی میکنیم و نقطه نظرهایی که میتونه عمومی‌تر باشه رو در برنامه‌های بعدش قرار میذاریم که رو خط بیاین و با هم صحبت کنیم و بینندگانم بشنوند.
شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم گمنامم، پینه دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشکی قلب یه دریا، کمبال بریده یه پروازم، سینه یه صورت سربازم، تیره تو سینه یه احوازم، فقر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شما، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شما، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروش یه خشمم، غیظم، ریزش یه صدم، سیلم، از درون یه رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعر ای بل بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراریم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم می سازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم می سازمش، می سازمش تو این خاک ریشم، بمیرم هم رو عرق زاده میشم، منم تعبیر کابوس خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشه، من قطره سرخ تو چشماتم، اشک مادرای داغ دارم، خونابه خوزستانم، بنزینم شعله یابانم، اختار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت، من خونه زیر پوتینم، خورشت بینم با طعم کریزک، کلی خط رو بدن، همو قربانی با سر تو لجن، زخ تو کمر وقت تو سرم، همونیم کر وقت پر زد، هر وقت حرف زد سیستم مورفین زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم، دود کس سوختم مثل جنگل و زاگرس، قانونت فوت کرد، از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه دریا آب از سرم، میسوزم تو این جهنم ولی میزنم بیرون خاکستر، من جاودانم تو این چرخ تکرار، ساده جنگم به دست اجبار، پشت اتحاد تو صورت ظلمم، شمال و جنوب تا قلب تهران، پایبند به خاک و عهد و پیمان، امید به یأسم تو بطن زندان، سرود دردم غروب تلخم، روشنگرم روی سد کیهان، غیظم بمبم مینه زیر پا، تلخی و خشمم با رخ بینقاب، فریاد یه نسل غرق زیر آب، کینه کهنم از عمق سینه ها، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و باهاتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش، شعلم زاده شلیک خودته، ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم، یادار که مرگ نسیانم، با درود خدمت بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، کامران پارسایی هستم از استودیو 2 شهر کرد. در دو هفته‌ای که گذشت
کنفرانس اقلیمی کاپ 26 در شهر گلاسکو انگلیس برگزار شد. در این کنفرانس بیش از 200 کشور جهان شرکت داشتند و تا دو هفته بودند موافقان و مخالفانی که طرح‌های خودشون رو در ارتباط با مسائل اقلیمی ارائه کردند. در همین رابطه گفتگوی دارم با دوست خوبم آقای فرشید یاسایی در خصوص محیط زیست در دنیا و در ایران و تصمیماتی که در کنفرانس کاپ 26 گرفته شد. با درود خدمت آقای فرشید یاسایی عزیز. منم سلام دارم خدمت آقای پادشاهی به شما و بینندگان محترم شما. آقای یاسایی خیلی ممنون که دوباره وقت گذاشتید با ما باشید. همونطور که اطلاع دارین در دو هفته گذشته فرشید خان کنفرانس اقلیمی کاپ 26 در شهر گلاسکو انگلیس برگزار شد. تو این کنفرانس بیش از 200 کشور جهان شرکت کردند، تصمیماتی گرفته شد. در طی دو هفته گروه های مختلف چه بیرون از کنفرانس چه داخل کنفرانس مخالفت هایی رو کردن، بیشتر اکتیویست های محیط زیستی بودن. در کل میخواستم نظر شما راجع به این کنفرانس و تأثیری که میتونه روی محیط زیست کلن این نوع کنفرانس ها داشته باشه بدونم. بله آقای پارسی، اگر اجازه بدید من یه چند کلام در مورد اصلا یک تاریخچه کوتاهی از این نوع کنفرانس های محیط زیست برای خوانندگان ارائه بدم، این که این کنفرانس کی اصلا به وجود اومد اولین بار. بعدا وارد جریان آخرین کنفرانس، همین کنفرانس گلاسکو خواهیم شد. بسیار عالی. به آقای پارسی، این کنفرانس در واقع جهانی و محیط زیست در اولین بار در سوئد در 1972 در واقع انجام شد و به رسمیت شناخته شد. در اون کنفرانس بیش از 200 نماینده کشورهای مختلف شرکت کردن، توافق کردن که این کنفرانس ها هر سال یا دو سال یک بار انجام بشه، به مسائل محیط زیست بررسی بشه در کشورها و همطور ادامه پیدا میکنه. که در واقع هدف این داستان چی بوده؟ یک، میخواستن این چهره انسانی بدن به محیط زیست. یکی از خواسته های یعنی دریچه خواستگاه اگر بریم جلو، یکی هم بود که توانمندی مردم در برابر محیط زیست و چه روش هایی رو باید انتخاب بکنن. یعنی فقط این وظیفه دولت ها نذاشتن که این کار رو بکنن، بلکه مردم اون کشور هم خودشون معذب میگونن. بعد یک کار خیلی هم خیلی جالبه که از در همون کنفرانس رو مسئله کار فرهنگی در این رابطه که در خیلی کشورها بودن که خب برای کار فرهنگی نشد، اصلا توجهی به محیط زیست و من جمله کشور خودمون در این مورد ما حالا بهش میرسیم کرده در این مورد. و میگم و یک بندی که در این تقویه یک قطنامهی که صادر شد، یک قطنامه جالبی بود که بومد که در مشارکت مردم برای رسیدن به آینده بهتر، یعنی با کمک این برای چکیده بود، به خاطر که در همون زمان 1972 سه تا آتش سوزی خیلی گسترده ای در برزیل، آمریکا و استرالیا به وجود میاد که در واقع یه مقدار چشها رو باز میکرد و در واقع حدس متخصصین این بود که داره تغییرات اساسی داره به وجود میاد، یعنی آینده‌ای که معلوم من و شما الان داریم در مورد صحبت می‌کنیم. 1973 اولین نشانه از تغییرات 72 اولین نشانه با این آتش سوزی‌هایی که واقعا اصلا دلیل واقعش هم نمیدونستن، که در واقع از همون موقع یک سیگنالایی دریافت شده بود که داره کره به طرف گرم شدن میره. همین مصیبتی که الان ما در قطب شمال داریم برامون پیش میاد، از 1970 یعنی در بیش از 40 سال این سیگنال رو بشریت گرفت و این
برای باعث شد که همطور ادامه پیدا کنه. و بعد رسیدیم، من بقیهش هم دیگه دوستان میتونم به اینترنت رجوع کنم بیشتر از این اطلاعات بگیرم. فقط من کوتاه بگم که ما 2021 یعنی سال گذشته، خب ما مشکل بشریت با کرونا داشت و خودش هم یک به هر حال فرصتی بود که بیشتر در این مورد صحبت بشه. فقط این نبود که بازنگری کنم به طبیعت، بلکه باید به فکر ترمیم این خرابی ها به وجود میاد. یعنی بحثی بود که ولی به خاطر که چون کنفرانس چیز بود بیشتر آنلاین شده بود و یه مقدار به خاطر کرونا خیلی نمایندان نتونسته بودن برای شرکت کنن در این کنفرانس، یه مقدار به امسال افتاد به سال 21، یعنی 2021. خب هم دارن که میدونی کنفرانس گلاسکو در رابطه با هم جمعه ها برای آینده که در واقع این دختر سوئدی را انداخته بود که در مورد محیط زیست هر جمعه به جمعه ملت تو خیابون و خیلی هم جالب بود، در سطح لااقل اروپا خیلی گرفته بود این کار. و این کنفرانس گلاسکو این دفعه در واقع یه مقدار بوی سیاست گرفته، یعنی حتی خیلی جالبه که مثلا حتی سندیکای کارگری خود شهر گلاسکو در این تظاهرات شرکت کردن، ولی خب برای گفتن که این دفعه برحال نباید مثل دفعه دیگه به فقط به قول و قرار سیاست مدارا فکر کنیم که بیان یه کنفرانس بدن بعد برن دیگه موضوع پراکنگی، و یه مقدار موضوع جدیت هم پیدا کرد از در واقع نشأت میگیره از همون 1972. قطب شمال داره و خیلی به شدت داره آب میشه. این جریانات یک کارایی را میتونن بکنن که نکردن، واسه هم که جریان سیاسی شده اینا میتونستن گازهای مسموم مثل گازهای گلخانه ای رو مثلا جلوش رو بگیرن که الان تازه دارن بحث میکنن که در 1930 بقل بتونن مثلا از خلاصه باعث نشن که مثلا زغال سنگ استفاده کنن، از سوخت فسیلی کمتر مصرف بکنن. الان بحث، ببخشید من جمله بود، الان بحث عمده الان اینه که آیا بالاخره بشر ما به سوخت احتیاج داریم، آیا باید سوخت فسیلی رو ادامه بده، یعنی موضوع قبل از تشکیل راکتورهای اتمی که در دنیا به وجود من، یا اینکه برگردیم به همون راکتورهای اتمی که خب مدت ها بود خود خصوصا در آلمان اینا کم شده بود، یعنی خیلی حتی آلمان طوری شده بود که از فرانسه برق میخرید به خاطر که راکتوراشون خیلی خاموش شده بود. ولی الان موضوع جرم گرمایش زمین خب موضوعی است که دیگه خیلی باید جدی گرفت. بله، من به یه مسئله شما اشاره کردیم و مسئله دخیل بودن سیاست در این کنفرانس و کنفرانس ها این چنینی. خب فرشید خان، اجرا کننده هر تصمیمی تو هر کشوری حکومت های اون کشور ها هستن، کم این که تو همین کنفرانس خوندیم و شنیدیم که چین پای کم کردن گازهای گلخانه‌ای رو امضا نکرد و میدونیم هم که چین یک کشوریه که بالای 80% این گازهای گلخانه‌ای رو در تولید میکنه در اصل، و کشورهای بزرگ بر اساس داد و ستدهای پشت پرده‌ای که با هم دارن ظاهراً این مسئله رو دارن پیش میرن. یکی مسئله تهیه برق این کشور هاست، یکی مسئله تهیه آب این کشور هاست، مسئله سوخت به طور کلی. الان تو اروپا میبینیم که دارن خیلی تبلیغ وسایل نقلیه الکتریکی رو میکنن و مردم رو تشویق میکنن به این وضعیه. حالا اگر ما از اروپا و از دنیا بگذریم بریم داخل کشور خودمون بشیم، من بیشتر مایلم که ادامه بحث رو بپردازیم به اینی که چه فاجعه‌ای در پیش روی ماست اگر دولت ایران به همین صورتی که تا الان پیش رفته پیش بره، از لحاظ فرونشست زمین ها، سیل ها، زلزله ها و باقی مسائل.
بله درست میگید. به هر حال من جمله این یه نکته بود همین الان به نظر اومد در رابطه با همین کنفرانس گلاسکو و این بود که در واقع این دفعه به طور خود چون من این دفعه من یعنی سعی کردم مرتب سعی میکردم که این کنفرانس ها رو در واقع چکیده این کنفرانس ها رو همیشه مد نظر داشتم، دنبال میکردم، چون علاقه شدید من به جریان محیط زیست اینا باعث میشد که ببینم دنیا چی میگن در مورد محیط زیست. ما محیط زیست دیگه مسئله ویژه کشور ما یا کشور ایکس نیست، بلکه به کل زمین، کره زمین ارتباط داره. این بود که این دفعه برعکس کنفرانس های دیگه خیلی در واقع مردم کشورها در واقع انتقاد و نوک تیز پیکان حملهشون بیشتر مستقیما به سیاست مدارا بود و شدیداً بهشون برخورد انتقادی کردن که شما باعث شدید که من ادامه صحبت شما که شما باعث شدید که جریانات مویسی به این روز برسه و این که خیلی مسئله که شما گفتی در 1930 تموم میکنید این تا 1930 معلوم نیست چه وضعی خواهیم داشت. و یکی از عجایب مهمم این بود که کشورهای بزرگی مثل روسیه و چین در این کنفرانس شرکت نکردن. بله و امضا نکردن. این دو مرتبه افتاده به لج و لج بازی که با زغال سوخته زغال سنگ و مرتبه، یعنی همون دیوکسین بود و مرتبه چه زغال سنگ استفاده کنه و خیلی هم روک و راست گفته که ما گرمای مردم چین مهمتر از جریان گرمای زمینه، یعنی که فقط مثل که دنیا رو این گرده چین میچرخه. برای تعجب آوره، ولی خب کشورهای دیگه هم بودن که برای کارش خودشون شروع میکن. حالا باید ببینیم نهایتا نتیجه این صحبت ها چیه، آیا به هر حال اینی که فقط حالت شو بوده اومدن یه صحبتی کردن و رفتن بی نتیجه. ولی من فکر میکنم این دفعه یه مقدار چیز کنه، چون مستقیما این دفعه با خود مردم طرف هستند، یعنی دیگه اون از حالت چارت یه سری تظاهرات بچه های کوچیک جوونی که بالاخره مثل چی بود روزای یک واژه‌ای بود به نام جمعه های نمیدونم و آینده هم چیزی بود فقط نیست، بلکه میگم وقتی که من دیدم سندیکای کارگری اومدن وسط و خیلی از سندیکای مثل فرانسه و آلمان ازشون دفاع کردن، یعنی سندیکای آلمان هم ساکت نشست، خیلی دفاع کرد و خانم مرکل حتی خیلی کرد که این مسئله باشه و بودجه گذاشتن برای این کار که بتونن این کار ادامه بدن. متشکرم. خب آقای یوسفی، مسئله اینجاست که طبق صحبتهایی که کارشناسا کردن، گزارشهایی که دادن بیرون، این تغییر شرایط اقلیمی منطقه آسیا رو و یا به خصوص خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار میده، به این عنوان که گرمتر خواهد شد و خشکسالی های پی در پی رو در پی داره. وضعیت کشوری مثل کشور ما که منطقه نیمه معتدل کوهستانی هست چی میشه تو این پروسه؟ حالا در ایران الان دو تا خیلی اکتوال، یعنی در همین هفته گذشته اوایل هفته، یعنی دیروز سالا مطرح شده، دو تا خیلی جنبه مهمی وارد در عرصه محیط زیست ایران شده. یک مسئله زاینده روده. بله. که الان فراخوان داده شده برای جمعه، قرار مردم اصفهان و به احتمال خیلی قوی اکثر مردم اصفهان در این مسئله شرکت میکنن، چون حیاتی شده مسئله زاینده رود. بله. بوده و بیشتر شده، چون به خاطری که از آبش برای شاخهای مختلف گرفته شدن برای جای خاصی و این موضوع خیلی مهم بوده. و دومان این موضوعی که امروز من در مطبوعات ایران خوندم در مورد، چون که اطلاع داری تالاب انزلی هم یه مقدار نشست کرده، آبش کم شد، بخش زیادی از تالاب انزلی
البته اطلاعی که من دارم به صورت مستقیم توسط یکی از دوستان که بخش عظیمیش خشک شده و سالیان ساله که این تالاب اصلا به قول معروف گلروبی نشده. درصد اینطوری که من چیز شدن به متوجه شدم و خیلی جالبه که یه فرصت پیدا کردن سوجویان در اون مورد و حالا از چه طریقی اینا اجازه گرفتن دارن گلبرداری میکنن، یعنی کامیونای بزرگ میدن در این خاک برداری یا گلبرداری میکنن و میبرن برای مصارف، نمیدونم برای مصارف چی، چون گویا این خاک این گل خیلی مورد علاقه کشاورزی هست یا در ارزشمنده، یعنی چون به هر حال خب خیلی طبیعت به هر حال یه چیز کرد، گوشه چشمی به منطقه شمال ما داشته که فلان هم که در حال خاموشه. این دوتا خیلی مسئله مهمه که اکتوال ما باش گرفتاری داریم. ببینید محیط زیست تقریبا در این دهه های اخیر، این دهه گذشته در ایران مطرح شد. ما در 1972 که در مسئله جهانی مطرح شد، یعنی قبل از انقلاب، ما این سیگنال ها رو یا به خبلت کهوله برای سنمون نمیرسید به اونجا، جوانتر بودیم این مسئله جدی نمیگرفتیم، برحال این سیگنال ها رو در تمام به ما داده بودن، یعنی این سیگنال ها به ایران هم اومده بود و اینو متاسفانه در اون قبل از انقلاب هم جدی نگرفته بودن، چون برحال ریزش باران به این درجه امروز ما نبود. ایران کشوریست که کم آب بوده، همیشه بوده. بله. در روی چند درصد فکر میکنم 60-70% کشور عملا بیابان برهوته و فکر نمیکنم در سال چند میلیمتر حتی مثلا بارون بباره. بس بنابراین موضوع خیلی آی پارسه، موضوعی که خیلی من برای من جالب بود، شما حساب کنید الان طبق گزارش خودشون الان بزرگترین یعنی طولانی ترین قنات دنیا در دریا است، به هر حال داره کم کم خوش میشه، یعنی لیتر آبی که داره میده نسبت به مثلا قبل از انقلاب 30-40% کم شده به خاطر که چاهای اضافی زده شده و نباید طرف قنات بزنی، به هر حال آب و مکیده طرف بیرون به این مسیر طبیعی که اینا. و خیلی جالبه که شما در سه این قدمت این بزرگترین و طولانی ترین این قنات در واقع اسم که یه چیزی در حدود 90 کیلومتره، این در 3000 سال پیش چنان مدیریت شده، چنان مهندسی شده که این آب و مردم هم استفاده میکردن برای نوشیدن و هم کشاورزیشون انجام میدادن. با اون که این کشور همیشه اون منطقه خوش بوده، و خیلی تعجب آوره که در مثلا این همه سال گذشته در 3000 سال اصلا قابل تعمیده. و این یکی از برحاد به چی میگن، یکی از واقعا دیدنی ترین، من چند تا یه ویدیو هست، یکی دیدنی ترین واقعا که آدم، من خودم شخصا اونجا نبودم ولی خیلی مایل بودم نزدیک ببینم، که خیلی هم جالبه که این قنات بلندترین قنات دنیا دیگه حالت بیضوی یا کروی تراشیده نشده، بلکه این چهار مربع تراشی شده، یعنی درست سقف ساق داره برعکس اینکه سقف ضربی، و یه شاهکاری بوده همین که از تمام بیابونهای ایران رد می شده، تمام یزد و اطرافش رو سیراب می کرده و این یکی از شاهکار هست. ولی شما می بینید که الان با فروکش زمین، کمبود بارون، داره فشار میاد به چیز در اون چشمایی که به این قنات ارتباط پیدا میکرده داره کور میشه. بله. بررسی نمیشه، سوء مدیریت، هدفمند کار نمیکنن، یعنی اصلا فراموش. اینا سعی فکر نمیکنید اگر در طول این 40 سال یک مدیریت سازمان یافته و اصولی و صحیح در ایران بود، میتونست به مقدار خیلی زیادی جلوی
این مسائلی که در حال حاضر مردم باهاش مواجهن، روستایی ها به خصوص، کشاورزا بگیره. چون الان بحران آب در ایران همونطور که خودتون اشاره کردیم، اصفهان، خوزستان و مناطق دیگه بحران آب وجود داره. 100%. ببینید در این 40 سال گذشته اصلا توجهی نمی شده به محیط زیست. فکر می کردن یا فکر می کنن همینم یک بخشی از عمده برای دستاندرکاران، فکر می کنن درختی که گرم مثلا قطع شده خب یه درخت دیگه در میاد، یعنی جنگل چیز میشه. مثلا فکر نمی کنن مثلا یک درخت حتی نهال خیلی زیادم تنومن باشه عمرش 200 ساله، به این سادگی نیست خودش در بیاد. البته من فکر میکنم من نظرم بیشتر به اینه که یه وظیفه یه که دوش تک تک آدمایی که دارن کره زمین زندگی میکنن. این نیست که فقط اینو ارجاع بدیم به دولت ها یا حکومت ها. به هر حال هر فردی باید برای محیط زیست، برای کره زمین تا اونجایی که میتونه به قول معروف اقدام کنه. مصرف بیرویه آب، مصرف بیرویه 100 میلیون لیتر. بله 100 میلیون لیتر. من تو گزارش ها خوندم ایران یکی از کشورهایی که از لحاظ استاندارد بین المللی تو بالای جدول قرار داره از نظر مصرف روزانه بنزین. بنزین و آب و آب و آب آب, آب و آب. اینی که خب به هر حال ما کشورهای دیگر هم میبینیم مثل ژاپن که با یه مدیریت سعی، کشوری که واقعا بارانزاه، سالی نیست که در ژاپن سیلی نیاد، ولی اینقدر مدیریت سعی کردن که صدمه آنچنانی به وضع و زندگی و کار مردم نمیزنه. بله همینطور. ببینید تفاوت هست کشور ما در این شرایط با کشورهای دیگه. کشورهای ما یعنی مسئولین کشور در واقع نیومدن برای اینکه مدیریت بکنن کشور رو بهینه سازی بکنن، بلکه اومدن که کشور رو غارت بکنن. غارت بکنن یعنی شما یک کوچکتری پاتریوتیسم در وجود اینا نمیبینی. اینا حتی دولت ملت هم قبول ندارن، اینا به امت اسلامی قبول دارن. پس بنابراین اینا الان مثلا برای نمونه در امروز مصوبه مجلس رو میخوندم در رابطه با جوانسازی جامعه، یعنی که برها سعی کنن مثلا خانواده بچه دار بشن از 3 تا 4 تا و یه مقدار مشوق گذاشتن که مثلا پول بیشتری بچه ها بگیرن، پدر مادر رو برحال از نظر مالی تأمین کنن، بهشون زمین میدن. حالا معلوم نیست این زمین ها مالی کی هست که میخوان اینا بدن. اینا مسئله است که اصلا مسئله شون نیست که آقا الان همه مردم میگن با ازیاد جمعیت مشکلات خودشو داره. بله. و اینا بلا فاصله چون فرمان از بالا اومده، از ولایت فقیه اومده، بعد خب بلا فاصله شورای نگهبان چیز کرده، تایید کرده، در مجلس هم تصویب شده، یعنی فردا میافته به جریان اجرایی. اینا به هر حال میگم این داستانه که این که واقعا چرا ما به اینجا رسیدیم. موضوع اینه که خب شما خودتون اطلاع داری که ما زمانی که حکومت افتاد دست تیم آخوندها، اینها به هر حال مملکتی رو دستشون گرفتن که فکر نمی کردن این مملکت خودشونه، فکر می کردن غنیمته، یعنی حالت بیگانه ای بود که کشور رو فتح کرده بود. تمام ببینین به یه سری که خب اینا برداشتن تمام بنیادهای گذشته رو به نام اسلامیش کردن، در اختیار خودشون گذاشتن، بخش عمده ای رو به مردم زمینهای مجانی دادن به خاطر که اون تیم خودشون همیشه برها هواشون رو داشته باشه از نظر مالی. جنگل ما مثلا در زمان حکومت گذشته ما معادن و جنگل ملی محسوب شده بود. اینا الان دیگه مثلا حساب میکنید یه بخشی از جنگل رو. و دوما یک مسئله که همین جریانات امامزادهایی که برای خودشون درست کردن
و اون بمچاقا و اسنادی که به نام اینا حالا تقلبی درست کردن، هکتارها زمین جنگل گرفتن، که خب یعنی که گرفتن، ولی نه اینکه هکتارها زمین رو، هکتارها زمین رو، جنگل رو صاف تیغ انداختن. بله، همین مثلا چند وقت پیش همون دعوایی هم بود که برها دادگاه هم باختن، چون یه بمچاق جعلی پیدا کرده بودن زمان قاجاریه که این تیکه وقف امامزادهی که طرف های ساری میشینه، من دقیقا نمیدونم، ولی در واقع چیز کردن که تیغ انداختن اونجا درخت هایی رو که میگن جوانترینشون 200-250 در این جنگل ها رو بزنی تموم شدی، یعنی هیچکی نمیتونه چیز افتادن اصلا بدون توجه که برها به سودای اینا. خب اینا توجه ندارن، میدونین توجه این، شما به مثال ژاپن زدین، ما خیلی با ژاپن فرق میکنیم. بله. مردم اون برها کشورشون رو دوست دارن، ما حتی کشور خودمون هم، البته ما که میگم اونایی که مسئول هستن، نه مدیریت بلدن، ما فقدان مدیریت و نه ادعاهای خیلی زیادی دارن و عملا هم میبینید دیگه، شما هر هفته ببینید یه خسارتی به محیط زیست خورده، جانورامون مثلا خیلی جالبه، از یه طرف اعلام میکنند که مسئله جانوری ما داره خیلی از نسلهای حیوانات داره منقرض میشه، بعد اجازه میدن میفروشن مثلا قوچ معروف ایرانی رو نمیدونم چند دلار میفروشن که بیان مثلا روسا بیان اونجا شکار کنن، یعنی این مسائل هست. خب فکر نمیدونم دیگه، به قول مرا میگن آب از سرچشمه گلالوده، یعنی هی تکرار مکررات ما فقط داستان سر دراز دارد. من منظورم که در تایید صحبت شما الان، من دیگه انتظاری از یک حکومت غاصب ندارم، من انتظارم از مردم کشور خودمه که این موضوع محیط زیست و مسئله خودشون بدونن، ملی موضوع، موضوع اصلا حکومت ها رو ولشون کن، پس حکومت ما جدی بگیرن، واقعا سعی کنن مثلا واقعا مراعات کنن، مثلا آبی که واقعا مصرف شد، شما دوستان تعریف میکنه 70-80% شیرهایی تو منازل مردم آب چیکه میکنه، یعنی هر فکر نمیکنه این قطره تلاس برای کشور خوشسال، یعنی الان تمام دنیا مسئله جمعی و احتمالا اگر جدی نگیرن در کشور ایران هم مشکل آب ما رو به خشونت میکشه این موضوع. بله در صورت جان آقای یاسای، وقت محدوده اما سخن و تیما زیاد، امیدواریم که تو هفته های آینده بتونیم باز دوباره با شما ادامه بدیم این بحث ها. تا درصد، چون این موضوعیست که خیلی هم مثل که مورد علاقه هر دوی ما هست و دوباره الان بحث روزه و مایل هستم که اگر لطف کنی منو دعوت کنی در خدمت تو باشم. گذشته از مورد علاقه بودن فرشت خان، من فکر کنم محیط زیست، اگر این محیط زیست نباشه، تمام تئوری ها، تمام فلسفه ها، تمام تئوری ها روی آبه، ما وابسته به این زمین هستیم، یعنی اول این زمینه. بله، من یه بار دفعه پیشم میگم در پایان صحبت یه بار خدمتتون عرض کردم، ما اگر از همین ساعتی که ما با هم صحبت میکنیم بخوایم واقعا دو کنیم، ما حتی نباید یه دونه برگ، یه دونه درخت، یه شاخه رو بشکنیم، یعنی ما تقریبا 80-83 سال وقت داریم که دست به طبیعت نزنیم، یعنی طبیعت واقعا مثل یک بچه‌ای که داره خودش روش میکنه ولش کنیم، و ما تمام مایحتاج کشور ثروتمند مایحتاج مثل چوبم چرا قلی که خارج بخریم، حتی آب از خارج بخریم. بله. ولی خب طبیعت خودمون مال ما نیست که فقط. بله. طبیعت مال آیندگانه، باید مال فرزندان ما هستن. خب باید اینو حفظ، من حفظ نکنم خب میخواد کی حفظ بکنه؟ هیچ توقعی نمیشه، من اعلام کنم هیچ توقعی نباید از یک حکومت اسلامی کرد، من توقعم رو مردم ایرانه، امیدوارم که به هر حال صدای ما به هر حال باز به آخر سخن که میرسیم، باز نتیجه این میشه که مردم ایران به یک باره در یک خیزش همگانی
این رژیمی که نه به فکر مملکته و به قول شما این مملکت رو به غنیمت گرفته و جز غنایم خودش میدونه سرنگون کنن و یک حکومتی بیاد که بتونه مدیریت صحیح اجرا کنه. واقعا برای دست به دست هم باید داد، برای از قدیم گفتن دست به دست هم بدین تا مملکت یعنی خود را کنیم آزاد. بله بله، حالا ما باید اول آزاد کنیم بعد آبادش کنیم. در از دنیا تشکر از همینجا از بیننده های عزیز تلویزیون رنگارنگ استودیو دو به همراه دوست خوبم آقای فرشید یاسایی شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا هفته دیگر منم خداحافظی میکنم. برحال آرزو موفقیت برای هموطنانم داریم. شب خوش. سلام عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ. خدا کنه جور و صحتمند باشین. لیلی ممرادی هستم، از افغانستان گزارش میدهم. گزارش این هفته ما درباره قتل های مرموز در افغانستان است که روزانه قتل های مرموز در افغانستان هر روز زیادتر و زیادتر شده میره. هر شب جسد های از نیروهای دولتی، خبرنگاران، فعالان مدنی و غیره پیدا می شود. طالب ها از این موضوع بی‌اعتنایی کرده، میگویند این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. این در حالی است که تعدادی از مردم از بیکاری و فقر رنج برده و تا ناچار به فروش فرزندان خود شده است. یکی از این قربانی ها پروانه دختر خردسالی است که به سن 9 سالگی با مرد 55 ساله در بدل $200 آمریکایی به فروش رسیده است. به گفته پدر پروانه از بیکاری و ناچاری مجبور به فروش دختر 9 ساله خود شده و از این موضوع احساس بدی می کند و می گوید دخترم می خواست در آینده معلمی باشد و به جامعه خود خدمت کند، ولی روزگار بر وی نیست، سخت آمد و این مجبور شد که این دختر خردسال خود را به مرد 55 ساله به فروش برساند. پس کجاست حقوق بشر، حقوق کودکان ملل متحد؟ اینجا همه قربانی می شوند، خصوصا زنها و کودکان. از آمدن طالب ها 3 ماه می گذرد ولی مردم به فروش فرزندان خود و خوردن گوشت یک دیگر خود نیست شروع کرده است. پس این حکومت و این موضوع تا کی دوام خواهد کرد؟ تلویزیون رنگارنگ لندن، صدای افغانستان. تو سکوت روزگار میخونی
روزنامه یا تقویم رو نگاه کن. هفته آبان فرا رسیده، اما چرا چیزی توش ننوشته؟ مگه اینجا ایران نیست؟ مگه هفته آبان روز بزرگداشت پدر ایران، بنیانگذار حقوق بشر کوروش بزرگ نیست؟ مگر نه اینکه روز هفته آبان روز جهانی کوروش بزرگ است؟ مگر در همین روز نبود که کوروش بزرگ وارد سرزمین بابل شد و بدون آنکه خون و خونریزی راه بیندازد، گرفتاران یا اسرا به ویژه یهودیان را آزاد کرد؟ پس چرا به آن اشاره‌ای نشده؟ چراییش صد البته بسیار روشن است و آن چیزی نیست جز ستیز و ضدیت آخوندهای پلید جنایتکار و خیانتکار ضد ایران و ضد ایرانی با فرهنگ و تاریخ راستین ایران باستان. اما مگر اسکندر و تازیان و مغولان توانستند ایران و ایرانی را نابود سازند که حالا این اهریمنان بتوانند؟ در جایی که همه آنان به دست پیکارگران و میهن پرستانی چون آریو برزن و بابک و ابو مسلم و سلطان جلال الدین و شیردلانی همانند اینان نابود شدند، پس بیچون و چرا آخوندهای خونخوار ستم پیشه هم به دست شیرمردان و شیرزنانی که از تیره و تبار و فرزندان همان دلاوران هستند از پهنه ایران و روزگار نیست و نابود خواهند شد؟ به هر روی پیشاپیش این روز بزرگ بر شما گرامی باد، بر شمای ایرانی راستین و میهن پرست، و امید است که دیگران را نیز از هفته آبان آگاه سازی. کوروش همیشه در یادها و دلها بوده و هست و خواهد ماند. ویژگی های کوروش بزرگ که در سراسر و همه مردمان جهان بی همتاست و هیچ کس در جهان پیدا نشد که با او برابری کند. یک، تنها مرد نیرومند جهان بود که یک همسر داشت. تنها مرد جهان بود که بردهداری را برانداخت و خودش برده و کنیز نداشت. دو، اما سه، تنها مرد جهان بود که به آیین دیگر مردمان گستاخی نکرد و آنان را گرامی داشت. چهار، تنها مرد جهان بود که به یاری ستم دیدگان پرداخت و هیچ گونه چشم داشتی به آنان نداشت. پنج، تنها مرد جهان بود که به همسر دشمنش دراز دستی نکرد و او را گرامی داشت و نگهبانی برای او نهاد تا او را در پناه نگاه دارد. شش، تنها مرد جهان بود که در اوج قدرتش به همگان رسیدگی می کرد و می کوشید تا ناتوانترین و تهیدستترین مردمانش او را ببینند و هر خواسته‌ای دارند از او بخواهند. هفت، تنها مرد جهان بود که رواداری را به بهترین و نیکوترین وجه ممکنه اعمال کرد و دشمنانش را بعد از شکست گرامی داشت و آنان را نکشت تا بدانند مهر آریایی یعنی چه. هشت، تنها مرد جهان بود که دو سوم جهان را به زیر چیرگی خود درآورد و هر شب نان و بادام کوهی و ماست میخورد، زیرا خوراک ندارترین مردمان همین ها بودند. نه، تنها مرد جهان بود که هیچگاه دروغ نگفت و همیشه دروغگویان و چاپلوسان را سرزنش میکرد. ده، تنها مرد جهان بود که هیچ کدام از دوستان خود را در کار فرمانروایی و دولتی نگمارد. اکنون بشنوید بخشی از وصیت‌نامه کوروش بزرگ. پس از مرگ بدنم را مومیایی نکنید و در میان سیم و زر مگذارید.
زودتر آن را در آغوش خاک پاک ایران قرار دهید تا ذره ذره های بدنم خاک ایران را تشکیل دهند. چه نازشی و سربلندی برای انسان بالاتر از این که بدنش به خاک که این همه چیزهای زیبا می پروراند سپرده و آمیخته شود. از همه پارسیان و همپیمانان بخواهید تا بر آرامگاه من حاضر گردند و مرا از این که دیگر از هیچ گونه بدی رنج نخواهم برد شاد باش گویند. به واپسین پند من گوش فرا دهید. اگر میخواهید دشمنان خود را گوش مالی کنید به دوستان خود نیکی کنید. هفتم آبان یادمان نرود. پاسارگاد آرامگاه کوروش. برای آمدن به این مکان اتوبوس رایگان وجود ندارد. باید بنزین لیتری خدا تومن بزنی. ناشتایی و نهار و شام به رایگان هم به کسی نمی دهند. سر جاده که می رسی تابلو اخطار نصب کردند که ورودی دارد. راستی این مکان 24 ساعته باز نیست و ساعت بازدید محدودی دارد. برایش هم در هیچ رسانه‌ای آگهی نمی شود. آری اینجا خیلی خیلی ساده است. نه گنبدی از طلا دارد و نه ناگوسی بزرگ که گوش دنیا را کر کند. نه مناره های بلند و آوازخوان و نه اتاق های طلاکاری شده که هر روز پر از پول شود و نه کسی به آن دخیل می بندد. اینجا از تمامی اینها بی نیاز است. اینجا آرامگاه پدر من، پدر تو و پدر ایران ماست. اینجا آرامگاه بزرگترین پادشاه تاریخ است. خلاصه بگویم برای آمدن به این مکان باید اصالت داشته باشی، دلداده باشی، دلداده ایران، دلداده پدر ایران زمین، دلداده کوروش بزرگ. من با هیچ کس بر سر آیین و باوری که دارد نجنگیده و نخواهم جنگید، چرا که خدای هر کس همان است که او میگوید. کوروش بزرگ. اکنون بشنوید سخنانی از بزرگان و تاریخ نگاران درباره کوروش بزرگ. در کتاب 10 ابرمرد تاریخ نوشته زنده یاد دکتر ناصر انقطاع آمده است افلاطون در کتاب قوانین میگوید پارسیان در زمان شاهنشاهی کوروش به مفهوم میان آزادگی و بردگی پی بردند. از این رو نخست خود آزاد شدند و سپس راهنمایی بسیاری از ملت‌های جهان را به عهده گرفتند تا فرمانروایان آنها به بردگان آزادی دهند و میان آدمیان برابری باشد. ایرانیان پیوند خوبی با پادشاه مهربان خود داشتند و در هنگام خطر به یاری او می شتافتند و داوطلبانه در جنگ ها شرکت می کردند. هرودوت تاریخ نگار سرشناس یونانی در کتاب تاریخ هرودوت می گوید هیچ پارسی را نمی توان یافت که خود را با کوروش مقایسه کند. از این رو من کتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تا کردارهای شگفت‌انگیز بزرگ این دو ملت کهن هیچگاه به فراموشی سپرده نشوند. کوروش سرداری بزرگ و انسانی آزاده بود. در زمان او ایرانیان از دادگری و آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملت‌های دیگر فرمان راندند. در عین حال کوروش به همه ملت‌های زیر فرمان خود نیز آزادی بخشید و همه او را می ستایند. گزنوفون
در کتاب کوروپدای میگوید: من در این باره اندیشیدم که چرا کوروش تا این اندازه در فرمان روایی خود دادگر بود و سه دلیل برای آن یافتم. نخست نژاد اصیل آریایی او، سپس استعداد طبیعی وی، و سوم پرورش نبوغ او از کودکی، و در پایان شاه سخن کوروش بزرگ را نقل می کنم که گفته است: پادشاه یا شهریاری که نداند شب مردمش چگونه به بامداد می رسد، گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. مردم من امانت آسمانند، بر این خاک تلخ مردم من خانمان من هستند. با سپاس از همراهی و توجهتون و به امید آزادی ایرانمان از چنگال آخوندهای پلید و رسیدن به آزادی، بدرود.